بررسی فتوای حرام بودن خوردن زعفران سال میگویند زعفران ضمن این که جزء مواد مخدر است حرام هم می باشد آیا این خبر صحت دارد؟ پاسخ مفتی وخابی دکتر احمد الکردی یکی از اعضای هیئت افتاع کویت زعفران مواد مخدر است خوردنش جایز نیست و همچنین مخلوط کردنش با غذا نزد اکثر فوقه ها و بعضی از آنها کمی از زعفران را که مخدر کننده نباشد جایز می دانند و خدای بزرگ داناتر است خب اول که کدام کارشناس تغذیه به شما فرموده که زعفران جزو دسته مواد مخدر هاست و بر روی سیستم اعصاب اثر تخدیری داره یه جواب لطفاً از نظر پزشکی زعفران به هیچ وجه اثر تخدیری نداره بلکه جزو رنگدانه‌ها و تعم های طبیعی محسوب میشه که کاملا برعکس اثری طبی هم داره فتوای شما هم طبق همیشه و از قرار معلوم بر اساس قیاس و استعصاعات رایج در فقه خودتونه و بعضی از اونها کمی از زعفران رو که مخدر کننده نباشه جایز میدونن آقایون محترم وخابی مگه مصرف زعفران کیلویی که مثلا ده گرم از اون جایز باشه یا دو روز مصرف مواد مخدر رو کم کنیم خاصیت تخدیری خودش رو از دست بده پس آیا طبق نظر شما وهابیا مصرف کم هروئین یا ال یا ماری جوانا هم جایزه بعدش هم آقایون باهوش تمامی مواد در درصد بالا و مقدار زیاد سمی هستند حتی اکسیژن در درصد بالا سمیه و موجب ضرر و زیانه حالا اگه پیرو مذهب قیاسی شما باشین باید حکم به حرمت اکسیژن داد بله راستی میشه بیان بکنید که حکم شراب و شرابخوری یا بهتر بگیم شرب خمر در مذهب شما چیه؟ جایی که خوردن سوسمار حلال است باید زعفران حرام باشد کل مردم دنیا این همه سال زعفران مصرف میکنند دقیقا چه ضرری به بدنشون رسیده شاید چون زعفران در مناطق شما کاش نمیشه و یک کالای وارداتیه به دلایل اقتصادی این حکم دینی رو بیان فرمودید خدایا از اینکه نعمت عقل رو به بندگان خود عطا فرمودی تو را سپاس میگوییم و از تو میخواهیم قدرت استفاده از عقل رو به همگی ما عنایت کنی و لحظه ای ما رو به خودمون وا مگذاری الهیام